هایبرلوپ ایده جدیدی از حمل و نقل سریع است که شاید روزی بتواند مسافران را با سرعت حدود 1000 کیلومتر در ساعت جابجا کند. حالا مهندسان میگویند هایبرلوپ دیگر یک ایده تخیلی نیست و از اون به عنوان آینده حمل و نقل یاد میکنند. گزارش ببینید از روری کاتلن جونز، خبرنگار بی بی سی که به صحرای نوادا رفته تا از این پروژه بازدید کند. در صحرای نوادا در شمال لاس وگاس در حرکتیم برای دیدن چیزی که ادعا می شود آینده حمل و نقل خواهد بود. این هایپرلوپ است، ایده‌ای برای پرتاب مسافران با سرعت 1000 کیلومتر بر ساعت در داخل لوله‌ای با شرایط خلاء. بسیاری فکر می‌کنند این عملی نیست، اما این پروژه سال گذشته از حمایت شرکت ویرجین که رئیس آن ریچارد برانسون است برخوردار شد. آنها مدعی‌اند که در این مسیر آزمایشی 500 متری نشان دادند که این فناوری کار می‌کند، اما هنوز هیچ انسانی را سوار آن نکردند. سرمهندس این پروژه که از ناسا به اینجا آمده دلیلی برای ترسیدن مردم نمی‌بیند. هایپرلوپ یک قطار مگلف در شرایط خلاء، مثل یه هواپیماست که در ارتفاع 200,000 پایی پرواز می‌کنه. مردم نه از پرواز با هواپیما می‌ترسن و نه از مسافرت با قطار مگلف. این مخلوطی از هر دو سو در انرژی صرفه‌جویی می‌کنه. تنها این پروژه نیست. ایلان ماسک صاحب شرکت‌های خودروهای برقی که ایده هایپرلوپ را داده، همچنین ایده ساخت یک تونل زیر لس آنجلس برای حمل ماشین را پیشنهاد کرده. تیم هایپرلوپ ویرجین گفتند که قادرند مسافران را در عرض 50 دقیقه از لندن به ادینبورگ اسکاتلند ببرند یا زمان مسافرت از نیویورک به بوستون را به زیر نیم ساعت برسانند. اما برای همچین کاری نیازه که تعداد زیادی از این لوله ها در مسیرهای طولانی مختلف و احتمالاً زیر زمین نصب بشن و قانع کردن دولت ها که چنین چیزی میتونه عملی باشه به نظر کار خیلی سختی میاد. در نمایشگاه فناوری CES در لاس وگاس مدیر عامل هایپرلوپ میگوید این فناوری آماده است و فقط یک نفر باید کلید را فشار بدهد. 200 تا از بهترین مهندس‌ها از صنایع مختلف در سراسر جهان خودشونو مقید کردن که یه فناوری جدید و مهم رو ایجاد کنن. مشکل ما رسیدن به سرعت 800، 900 یا 1000 کیلومتر بر ساعت نیست. چالش بزرگ ما پیدا کردن دولت‌هایی که بخوان به سرعت این فناوری رو به کار بگیرن. حتی اگر دولتی هم قبول کند آنها چالش دیگری دارند، پیدا کردن پول و جلب حمایت مردم آن کشور تا بتوانند این سیستم را کیلومترها زیر کشورشان بسازند. روری کاتلن جونز، BBC نیوز، نوادا.